آره مینا رو باز کنیم در رابطه بشم. مسائلی که کاریه که الهه با دبورا اینا همون الهه مطرح کرد، چیزی میدونی یا نه؟ بله خب من خودم شخصا تجربه بیزینسی یه شکست خورده زیاد داشتم. اول یه بیزینس اکانت باز کردن که یه چیز خیلی آسونیه، از گوگل اکانت میشه بیزینس اکانت خرید و یه مبلغی رو پرداخت کرد. من خودم یادم میاد 4 5 سال پیش تقریبا مثلا 100 تا عروسک سگ عروسکی از آمازون خریداری کرد برای شروع کارم. بعد بدون اینکه داخلش به ایسلند بکنم، چون باید پرداخت کنی تکس رو دیگه برای هر بیزینسی که انجام میدی، بدون اینکه بخوام اینا رو وارد اینجا بکنم، میتونستم به خود آمازون با لگوی تبلیغاتی که خودم دوباره پرداخت میکنم مثلا به شرکت علی بابا، اونها رو به مردم دیگه بفروشم. البته خیلی کار ریسکی بود، اول باید نگاه میکردی که چه پروداکتی میتونی تو بخری که فروشش زیاد باشه، بعد بیای ریت برای خودت بذاری ببینی که مثلا اگه کسی مثلا 100 هزار تومن میفروشه، تو بیای 99 و 500 بفروشی، که البته یه کار آشونی بود و بعدش یه ذره خوب بود و چرت و پرت شد و رفت هوا، یعنی زیاد سودی نداشت. از اون برم ما خوردیم زمین. ولی کلا البته اینستاگرامش هم هنوز هست که مثلا لگوی من چی بوده یا حالا هر چی بوده. دارم میگم یه چیز خیلی، یه کارهای خیلی این مدلی رو خیلی راحت میشه تو خارج از ایران انجام داد، ولی اگه خب مثلا هوش بیزینسی نداشته باشی یا مثلا وارد نباشی میشه شکست خورد. دوم این کاری که کردم، یعنی تو اروپا میشه انجام داد، احتمالا شاید این خانم هم همین کاری کرده، میشه با آیدی، یعنی کنیت، حالا ما بهش میگیم اینجا، حالا من تو سوئد و آلمان یه چیز دیگه است. مثلا من یه آیدی نامبر دارم به نام خودم، به اسم خودم اینجا که سیتیزن اینجا هستم، میتونی یه آیدی نامبر یه شرکتی رو باز کنی، اصلا بگو شرکت تمیزکاری، یه مبلغی رو سالانه، خیلی مبلغ کمی هم میدی و میتونی یه بیزینسی داشته باشه، حالا بیزینس توالت پیپر یا اصلا تمیزکاری حالا تصویر میده بشه. آره اگه دوست جانم. داری، اگه دوست داری بیا بالا تصویرت هم دیده بشه. ادامه بده. خب میوته، نمیدونم چیه، صدات نمیاد، بگو. الان چی؟ آره بیاد بگو. خلاصه با یه کنیتالای یه آیدی ساده هم میتونه آدم یه شرکتی اینجا باز کنه. مهم این نیست که داری میگن اینجا سویتلاری داری چیتینگ میکنی یا نمیکنی، به هر حال تو داری پول تکسشو میدی، شاید فروشندهات هم مال خارج از مثلا جایی که هستی باشن. اینه که بیزینس باز کردن اینجا، مثلا تو ایران خیلی واوی طرف بیزینس داره فلان داره، ولی بیزینس موفق داشتن که فقط اسم اتیکتش نباشه خیلی چیزای دیگه است. میگم هستش این کار رو، شاید درست داره میگه، شاید این کار رو انجام میده. برای تو از دو تا شرکتی که میگه که من دو تا شرکت دارم ازش حرف زده؟ نه من اصلا با خود شخصی حرف نزدم، هرچی بوده توی چت بوده، ولی داشتم فکر میکردم که میشه همچین چیزی داشته باشه و حالا معلوم نیست چقدر موفقه، اسمش چی هست، واقعا هست یا نیست. که اگر که میخواد توی گروه واقعا تو این رابطه ها صحبت بکنه یا عنوان کرده، ما هم تو این رابطه میخوایم که همون چیزهایی که میگه قانونی بوده، یا مثلا من یه چیز تو سیر نمیدونم به هر حال روال عادی رو پیش بردم، خب اونا رو عنوان کنه ببینیم که بچه ها هم با یه آگاهی بیشتری برن. وگرنه دقیقا همینه. مثلا ممکنه بشنوم یه دو تا شرکت داره، خودم اول میگم و با خودم بودم ای دو تا شرکت داره، شرکت یه ذره مثلا با خودم جوری گفتم شرکت داره و فلان اینا، ولی بعد یه دفعه میبینی که چیزه. امروز با خودم گفتم که نه، این صحبت هایی که کرده با اینها یه مقداری نیاز هستش که در رابطه باهاش بیشتر تحقیق بکنی و خودش بیاد صحبت بکنه. حالا شما هم چون تو دعوتش کردی و اونم تو رو دعوت کرده، بله
با من هم. گفتم که دقیقا به خاطر همین گفتم، گفتم شاید پول داره خوبه، خب اگر من بخوام یه زمانی، حالا 3 4 ماه دیگه، چون بعد از حالا بلیت برای جایی بخرم، یه برنامه 6 ماه 7 ماه داشته باشم، گفتم خب اگه مثلا من یه روزی هم بخوام برم آلمان، اگه واقعا دعوتم کنه چرا که نه، میرم. به هر حال هزینم کمتر میشه، یه دیداری هم میشه، به قول تو یه مفخوری هم حالا میشه، حالا یکی دعوت کنه خوبه دیگه. بعد گفتم حتما خب میرم زیبارم میبینم بیرون جایی، چون هنوز میترسم که تو خونه دیدار داشته باشم، نه که بخوای کاری کنی چیزی باشه، نه، اون به خاطر خودم هست که هنوز آمادگی اونقدری ندارم که فیس تو فیس داخل یه خونه بخوام. می حتی بگو 4 نفریم تو خونه، 5 نفریم، ولی گفتم بیرون خیلی دوست دارم ببینم شخصی، رو در رو این شخصو، و هم فان برام هم تماشا. بعد چون گفت خودش مدیر عامل شرکته تو بیوش، دیدم گفتم واقعا من خوشم میاد پولدارا رو ببینم، لذت میبرم کسایی که تو بیزینسن، خوشم میاد، خب چرا که نه. ولی وقتی که یه ذره گفت نمیخواد به من یاد بدی و فلان و اینا، گفتم بابا حالا ما نگفتیم که تو والد شور بودیم و اینا، ولی ما هم اگه بخوایم چیزی به تو یاد بدیم پولشو میگیری. اینجوری بهش گفتم، گفتم یعنی من بخوام به تو چیزی هم یاد بدم، من میتونم خونه داری به تو یاد بدم، ولی در قبالش پول ازت میگیرم، چون مال من پرفشناله، حالا مثلا مال تو رو حالا نمیدونم چه مدلی هست، ولی خب جوابی نداد. ولی خب بعدم نمی اومد، ولی خب من نه، من تو خونم دعوتش نکردم، من کسی، من مدیر عامل رو تو خونم دعوت نمی کنم، مدیر عامل باید بره هتل، کسی که مدیر عامله باید بره هتل، خونه من خونه کارگریه، من یه شخص متوسط متوسطم، اگر کسی هم به خونم دعوت کنم باید خرج خورد و خوراکش خودش بده، یعنی بیاره بشینه جلوم درست کنه، ماکروفر هست، منم میخورم اونم میخوره. آها خب خوبه، امیدوارم. زیبا یه چیزی من برای شرکت بگم. ببین من خودم زمانی که آنلاین بیزنس داشتم شرکت داشتم، بعد شرکت مدیر، چون شرکت من مادر کمپانی بود این بالا، آره هنرها کارگر بمون تو هم. ببین من چون مادر کمپانی شرکت اصلی بود، خب و مدیر عامل شرکت خودم بودم، بعد چون پنج کسایی که کار میکردن 5 نفر بودن، بیشتر از 5 نفر چون نبودن 5 نفر شدن، بعد خود من هم به عنوان کسی بودم که کار میکردم، هم اسمم به عنوان مدیر عامل شرکت، شرکت اینجا باز کردنش 15 پونده، شما 15 پوند میدی یه شرکت میزنی، خب بستگی داره دیگه به کار کرده شرکت. سال اول اگر زیر 80,000 پوند سودت باشه، از شما سال اول تکس زیادی نمیگیرن، اما از سال دوم نه، یعنی بالای 80,000 پوند بره شروع میشه تکس ها رو دیگه باید بدی. تا 3 سال این شرکت، تا 3 سال، از 3 سال به بالا، وقتی یه شرکت از 3 سال به بالا میره شرکت در اصل میشه یه شرکت معتبر. من زمانی که آنلاین بیزنس شاپم رو بستم، شرکتم رو چیکار کردم، همون موقع بهشون نامه زدم، گفتم که من دیگه از تاریخ فلان تاریخ، یعنی آخرین رسیدایی که داشتم برای فرستادم برای حسابدار، حسابدار براشون فرستاد، شرکت فریز کردم، نبستمش، فریزش کردم که هر موقع خواستم دیگه دوباره نخوام یه اسم جدید، یه دومین جدید برای شرکتم بگیرم، همون اسم و دومینم بمونه، یعنی همونو داشته باشم، اینو باز کنم. خیلی ها هستن شرکت باز میکنن چون فروشی ندارن، فقط 6 ماه یه بار یا 20 ماه. سال شرکتت بود؟ من 5 سال، برای همین نگرش داشتم، فریزش کردم، یعنی گفتم میخوام اسمش، مارکش، لگوش برای خودم باشه، چون شما دوم جان من درآمدم خوب، آره من درآمدم خوب، خرید فروش واسطه، آره وسایل، آره وسایلی که داشتم درآمد خوب. من قبل از کرونا درآمد 6 ماهم سودم 110,000 پوند سودم بود، یعنی پولی که پیشی که نصف پول پیشی که من برای این خونه دادم و از هنوز اون کار مال کار شرکتم بود. اما اینو میخوام بهت بگم، شما دومین رو میخری، پول میدی دومین میخری، پول میدی لوگو میخری، یه پولی میدی که کس دیگه نیاد اسم مشابه اسم کمپانیت باز بکنه، اینا رو همه رو من هزینه کردم های ما،
اینا رو همه رو من چون هزینه کردم شرکتمو فریز کردم، یعنی نبستمش، الان همونجوری فریزه. اینو میخوام بگم تو انگلیس شما میتونی با 15 فون شرکت بزنی، این شرکت هم نگه داری. نمیخواد که تکس بگیرد بپرسی صدا خوبه. این چیزایی که اطلاعات هم درباره خود شما شرکت داشتید نینا؟ من به مدت فکر میکنم 8 ماه باز کرده بودم، بیزینس اکانت گوگل رو باز کرده بودم. شرکت نه میخواستم شرکت با کنیتالای آیدی بزنم، ولی نه نتونستم این کار رو بکنم. فقط یه بیزینس چیز بود، گوگل اکانت باز کرده بودم که موفقم نشد. خب تو بگو. نه الان جمله رو کامل میکنم میرم شما سر. منظور میگم شما شرکت تو انگلیس میتونی قشنگ با 15 پون یا 20 پون باز کنی، بستگی داره. بعد این اسم شما به عنوان کسی که شرکت داری میره توی یه قسمتی هست، شما وقتی سرچ میکنی الان اسم مجید رو سرچ کنی یا اسم من رو سرچ کنی، با اینکه کمپانی رو ما فریز کردیم اما هنوز آیدی مون تکس نامبرمون پیدا میشه، یعنی به عنوان کسی که شرکت داره هنوز پیدا میشه، اما توضیحاتش رو بهتون میدن که مثلا این کمپانی از این سال تا این سال کار کرده، الان اکتیو نیست یا اگر اکتیو باشه نشون میده. و شما وقتی کار نکنی تنها چیزی که دولت ازت میخواد هر چند ماه یه بار بخواد این کمپانی باز بمونه یه پولی شما باید بهشون پرداخت کنی، این کمپانی باز میمونه، اما چون کار نکردی شما نمیخواد پول تکس بدی. و هر کس هم ازت بپرسه میگی من شرکت دارم، اینا این اسم شرکتم، اما دیگه کسی نمیاد بره بزنه سرچ کنه که ببینه آیا این شرکت کار میکنه، اکتیو هست، درآمد داره نداره. چون هست یه جایی هر کی بخواد من دارم لینکش رو میدم، میتونه قشنگ بزنه همش در. از شرکتی که داشتی جان راضی بودی؟ من آره من راضی بودم، درآمدش خیلی خوب بود برام. چرا قطع شد؟ ببین زیبا، من تا قبل از کرونا خیلی خوب بود. زمانی که کرونا شد و همچنین زمانی که انگلیس از یوروپ اومد بیرون، پول پستا خیلی زیاد شد، اقتصاد خیلی خراب شد، بعد این یه رکود بالا پایین. بعدم با گروه شما آشنا شدم، دیگه وقتی نکردم بشینم با آنلاین بیزینس. بعد دیدگاهت هم عوض شد و کلی هم موند و چند تا بسته فرستادی. اون موقع نید که ببینه می چند تا از این بسته برای ما فرستاده، ما همینطور از دیگران خواهش میکردیم به اون گرونی رو مثلا فرض کنم بیایم ببریم. فقط من ببریم. یه سوالی بپرسم، آیا جانب. تمام ادمین ها اینجا پولی از شما دریافت میکنن که کار انجام میدن؟ خب الان ادمینا خودشون بگن، هر ستاشون اینجا. نه ببین، نه پولی که مثلا بخوایم مثلا تعیین کنه اینا، نه. پس چیزی باعث شده که شما مجانی وقتتون رو بذارین کار انجام بدین؟ ببین یه سری چیزا هست که ما یاد میگیم، من خودم رو میگم، ما نمیگم، من در مورد خودم صحبت میکنم. من زمانی که با این گروه شدم، این گروه خیلی برای روی اعصاب خودم، رو برنامه های خودم، رو همه اینا خیلی اثرگذار بود، خیلی اثرگذار. یه چیزایی رو من دریافت کردم یا یاد گرفتم که ممکن بود که همینجوری تو زندگی روزمره‌ام یاد نگیرم. برای من اونا ارزش‌های معنوی که اونا داشت خیلی بیشتر از این بود که من بخوام مالی بخوام، نمیتونم با پول بسنجمشون. یعنی خودتو مدیون میدونی به خاطر همین داری کار انجام میدی؟ نه مدیون نمیدونم، نه مدیون نمیدونم. اگر من یه کاری میکنم در ازاش یه چیزی دارم برای خودم یاد میگیرم. حالا ممکنه حال خوبم باشه، ممکنه برای من اون شور هیجان باشه، ممکنه برای من این باشه که یک آدمی نباشم، یه جا واسه خودم کارمو بکنم، یه زندگی نرمال عادی که مثل همه پا میشن صبح کارشون میکنن قضاشون،
یه چیزایی هست برای من ارزشش خیلی بالاتر از مادیاته، اما ممکن برای یکی دیگه نفر کنه، یه سر یه چیزی دیگه باشه اینجا برای پیرم صحبت بکنه در این رابطه و وحیدم هم اینجا. آره من میرم پایین اگه بچه ها خواستم و هر بیاد بالا سوال جالبی پرسیده، سوال خیلی ها هست. سهر البته لیسنینگ، وحیدم میتونه، وحید هستی تو هم میتونی جواب بدی چون دو این یه لحظه صبر کن من چراغ رو روشن کنم تصویر بدم. سحر میشنوی؟ سحر صبر کنید صبر کنید منم الان تو هم میخوای تصویر بدی باش. اون دفعه کی بود که گفت برم روش بزنم بیا مثل من نیستن که یه دفعه لاتی میایم بالا. خندم گرفته بود، حالا مثلا میگفتن که آره مثلا به زیبا پیشنهاد داده، یعنی زیبا پیشنهاد میده که بیا میشه رو تخت شما بخوابم، من گفتم خب اگه برای من پیش بیاد هیچ موقع نمیگم زیبا بیاد بغل بخواب، ولی چرا وحید رو خیلی دوست دارم بیاد، حالا اگه در نره از رخت خب دوست دارم بیاد اونجا دراز بکشه. خندم گرفته بود. هیچ کمتر کسی ممکنه به وحید نه بگه، این برام خیلی جالب بود، ولی خب مثلا به زیبا شاید مثلا چون خانومی زیبا تحویل بدیش گرفتم. من وحید از تو سوال دارم، آیا چیزی پاداشی پولی یا ساپورتی از جانب زیبا تو میگیری که داری کار انجام میدی یا لایو میذاری یا اینقدر مثلا لایو ها رو من شماها دیدم همه تو با هم میزنید، این ساعت زیبا این ساعت لایو داره این ساعت، یعنی همه تو با هم دست جمعی کاری رو انجام میدید، من میخوام ببینم چه ساپورتی پشت این هست، هر چقدر بگی ما مدیونیم ما داریم استفاده میکنیم از این صحبت ها. صد کن جواب بدم، دو نفر اومدن جواب بدم. خب بگو. ببین نینا، مسائلی که ما تو این گروه، من الان نزدیک 5 سال تو این گروه هم، بالای نزدیک 5 سال، اون چیزایی که من از زیبا گرفتم، به عنوان من زیبا رو به عنوان یه معلم میبینم برای خودم، همیشه هر لحظه دارم یاد میگیرم و همه هیچ چیزی که الان همه این چیزایی که داریم یاد میگیریم با مادیات قابل قیاس نیست، با اینکه زیبا همش رو رایگان در اختیار همه ماها داره قرار میده، ولی من خودم رو جزئی از این جریان میبینم و تا جایی که بتونم هم انرژیم رو وقتم رو همه چیزم رو در اختیار این جریان قرار میذارم، نه شخص زیبا، در اختیار این جریان میذارم که این اتفاقات بیفته و مدیونی نیست، من خودم داوطلبانه دارم و با عشق دارم این کار میکنم، وگرنه که مدیونی باشه، درسته منافع مالی و اقتصادی زیبا هم برای من زیاد بوده، ولی در مقایسه با منافع معنوی که من از زیبا گرفتم اصلا قابل قیاس نیست و بر همین من نهایت تلاشم، من نمیگم خیلی، حالا شاید مؤثر باشم نباشم رو نمیدونم، تا جایی که توان دارم خودم رو در اختیار حالا گروه زیبا و مسائل گروه میذارم و بعد از شما جواب بدم همینم، یعنی انقدر تغییرات در من ایجاد شده، شما برگردین وحید 5 سال قبل رو ببینین که من با انگیزه خودکشی با زیبا آشنا شدم، وحیدی که میخواست خودکشی کنه، وحیدی که یعنی همه چیزم، یعنی یه آدم داغون، یه آدم زیبا از یه آدم داغون الان یه وحیدی رو ساخته که با اینکه هیچی ندارم به لحاظ مالی، الان تمام ثروت من شاید حساب کنی تمام ثروت مادی من، تمام ثروت من ریباست، کی چی بیده چی گفتی جمله آخری چی بود وحید؟ ببین میگم تمام ثروت مادی من رو حساب کنی الان شاید 300-400 دلار هم نشه، ولی من آنچنان الان آرامش درونی دارم
اعتماد به نفس دارم، عزت نفس دارم، غرور دارم، یعنی همه چیز رو زیبا در من جمع کرده که شاید خیلی آدم های ثروتمند این آرامش درونی من رو الان ندارن و حتی آرزوی این رو دارن که مثل ماها زندگی کنم. ماهایی که هیچ چیز مالی نداریم، مثلا لیدر ما زیباست، زیبا نه خونه داره، نه ماشین داره، نه طلا داره، نه سرمایه داره، ولی اون همه حسرت یک لحظه آرامش اون درونی، لذت و شور و نشاط و عشق زندگی زیبا رو داره. و ما اینا رو از زیبا داریم میگیریم و من خودم هم خودم رو جزی از این سیستم میبینم و هیچ توقعی هم یعنی ندارم که الان بگم من این رو از زیبا میخوام. درسته میگیریم، میگم منافع مالی داریم، ولی نمیگیم که زیبا اینو باید بدی. خب میاد دیگه، همه چیز ناخودآگاه، این جریانات همه چیز دست به دست هم میده و ما میتونیم که این جریان رو پیش ببریم. تا حالا نشده از زیبا درخواست کنی که کمکت کنه بری آلمان؟ نه اصلا. چه جاله؟ هیچ بار هم من نگفتم به زیبا. من سوال زیاد میکنم، اگه میبینین اشکال داره منو بندازین بیرون، ناراحت نمیشم. ما میخوام سحر به این سوال جواب بده. سوال اولی تو من یه جوابی دارم براش، ولی بعد از صحبت سحر جواب میدم. بگو. من توی این 6 سالی که در رابطه با در ارتباط با زیبا هستم و تقریبا 5 سالشه که ادمینشم، تا به حال حقوقی ازش دریافت نکردم و هیچ وقتم انتظارش رو نداشتم. و این مسئله که گفتی مدیون، بله من خودم رو مدیون هم میدیدم و هیچ وقت خودم رو در رابطه با زیبا در جایگاهی ندیدم که بخوام ازش مثلا حقوقی بگیرم، بلکه تمام کارهایی که میکردم در جهت این بود که بتونم اون گیونتیکی که باید باشه رو تازه به یه بالانسی برسونم، نه اینی که به جایی برسم که بگم خب حالا به بالانس رسیده، هیچی به من حقوقم بده. و من چون که مقایسه میکردم اثرگذاری زیبا رو با روان درمانگرهای دیگه و هزینه هایی که اونا میگیرن و خب کاری که میکنن، با توجه به نقطه این طرفش عملکرد زیبا و نتیجهی که زیبا میذاره، هیچ وقت این مسئله به ذهنم خطور نکرد که بخوام ازش پولی بگیرم. و چند بارم شد که خود زیبا به من گفتش که به من پیشنهادش رو داد، مثلا پارسال که تهران بودم گفت اگه میخوای 3,000,000 تومان مثلا از حسابی که دست دارم بردار، بعد که من گفتم نه، اگر که یه وقت کم آوردم میگم، ولی چیز تا وقتی که پولی دارم دلم نمیخواد مثلا اینجوری پول بگیرم. در این رابطه بگم، تا حالا هدایایی هم که به من اینا دادن، یعنی هم ادمینای من به من هدایایی که دادن کم نبوده. یعنی اگه بخوایم بگیم اینا خیلی کارای، مثلا فرض کن که یه بار یه طلای خودش رو که به من به عنوان این که گفت یه طلایی بود فر و هر چی بود اونو داد، یه بار دیگه الان بلیت چیز رو من بلیت ترکیه مو هدیه داد، یا مثلا بچه ها مشارکت هایی که میکردن، این بسته هایی که سمیرا که برای هر دفعه که همین چیزهایی که باز میکردن بچه ها نگاه میکردن، وسایلی که توش بود هر دفعه 20 کیلو وسیله توش بود، خب اینا همش برای من میفهمه بوله دیگه. وقتی باز میکردی 20 کیلو رو، بعد میدیدی که لباسایی که هست نمیدونم یکیش 160 دلار، یکی نمیدونم فلان کفش فلان، همین چند تا کاپشنی که من میپوشم، اون کلاهایی که هست که نمیدونم چی، کاپشنی که همین امروز توی عکس که داریم، بعد و بارها یه بولیزی هست که مثلا نمیدونم انقدر چیزایی که من دیگه اصلا جلوی این بچه‌ها رو میگرفتم، یا حتی هدایایی که کوبهیدم داده، نمیدونم زیبا من میخوام در رابطه با فلان چیز انقدر بهت هدیه بدم، نمیدونم مسائل جدا از این که کارهای مختلف من انجام میدادن. ولی اون چیزی که من حالا جواب خودم در رابطه با به خصوص این 3 نفر
البته یه مدت هم وحید مهدی بود، ولی خب در رابطه با مهدی من به عنوان یه کسی که میگفتم فعلا ناظر باشه، یعنی سرمایه گذاری آنچنانی که بخوام که به عنوان یه فردی که در آینده خیلی از ضمن اینکه به عنوان یه ادمینم یکی از هوشیارترین ادمینای من بود و واقعا یک کاتالیزور خیلی خوبی تو کارام بوده مهدی زارعی. ولی به عنوانی که بخوام بگم این سه نفر کسایی بودن که من دستاوردهای روان درمانی اجتماعی خودم رو به اینها به عنوان کارآموز یاد میدادم و همیشه مثلا یه سری شورت مثلا مشاوره ها مو میگرفتم، گفتم بچه ها برید مشاوره های من انجام بدید که مثلا من ببینم چقدر از عهده این مسائل برمیایید. و واقعا شما این پروسه رو نگاه بکنید، این بچه ها کارهای بزرگی رو انجام دادن در مجموع اون اهداف روان درمانی اجتماعی که من دارم انجام میدم، یعنی هر کدومشون مثل یه بازویی شدن. خب این به خاطر چیه؟ یک، اگر الان سیمایی مثلا وحیدو میپذیره یا مثلا فرض کنید که یک مسافرت های مختلفی که این بچه ها داشتن با تمام بالا پایین رفتن هاش که فعلا هنوز ما میتونیم بگیم در مرحله بهره برداری نیستیم، بیشتر در مرحله باز هم اون ساختن اون بنیان های این جریانه، چون خود من هم باید به یه توانایی بزرگی از نظر جامعه که بتونه منو به عنوان یک کسی مثلا الان فردی مثل راهله که اومده میگه چقدر تاثیراتی برای من گذاشتی تو زندگی من، خب مثلا میاد میگه که این هزینه های زندگیت با من چندین مرحله، کسایی که یا مثلا اون رکسانایی که میاد یه نمیده هدیهی که برای مثلا این عینک من میده، یا الان برنامه های دیگه ای که کسایی که، یا احمد، شما هیچ کسی الان نمیتونه بفهمه که این احمد مثلا با چه انگیزه این کارو میکنه، نمیتونن، چون همه ظاهرا مادی نگاه میکنن، همون تصوری که در رابطه با این که وحید تو چی میگیری از زیبا، یا فکر میکنه که باید دوست پسر من باشه، یا فکر میکنه که باید یا پول بگیره، یا فکر میکنه که باید یه کار مشخصی انجام بده که با اون معیارهای مادی جامعه ما رایج باشه. ولی ما داریم یه بنیان روابطی رو میذاریم که این بنیان روابط خودش نوعه. برای همین برای مردم مثلا وقتی که احمد میگه من حاضرم مثلا در رابطه با این جریان یه کاری بکنم که تو وقتت آزاد بشه، وقتی که من مثلا میاد میگه که زیبا تمامی چی احتیاج داری، میگه من میخوام به یک چنین جریانی کمک بکنم. وقتی مجید همسر مثلا سمیرا، یعنی یه پشتوانه بزرگی برای ما از اون ور هستش، ما اینجا احساس میکنیم که مثلا چه در رابطه با سمیر سحر چه مثل یه خانواده‌ای داریم میشدیم که این خانواده هممون با تمام این تنش های مختلف، با تمام این مسائلی که پیش میاد، ماها داریم هوای همدیگر رو داریم. حتی مثلا فرض کنید که یکی یک این بچه ها میرن میان ولی باز میدونن که یه همچین جایی رو دارم و این مراجعه کننده به یه همچین جایی باید یک بازوهایی داشته باشه دیگه. این بچه ها خودشون انگار عضو این خانواده میدونن، انگار مثلا رابطه ای که وحید داره با رابطه ای که سمیرا سحر با احمد دارن یه رابطه اصلا عجیبیه، چه من باشم چه نباشم این رابطه هست، یعنی یه رابطه ای که اصلا انگار خودشونو در کل این جریان سهیم میدونن. و الان بچه های دیگه ای که مثلا فرض کن آذر، حالا با تمام اختلاف و مسائلی که پیش میاد، سیما با تمام این چیزا، باز چیه؟ اون بیس داره، این بیس وجود داره میدونید، و این هر روز داره روابطی اساسی قوی میشه و این در نتیجه کساییه که مثل وحید، سحر یا سمیرا این آموخته ها رو دارن انجام میدن میدونیم، و دیگه مستقل میشه. اگه دنیا میاد میگه من میخوام وحید رو ببینم، وحید زیباست،
در واقع اون علاقه، اون مسائل، اون تمام اون متدها، اون چیزها رو تو این رابطه حس میکنه. یا همینطور بچه های دیگه که الان فرض کنید حتی همین امشبی که بچه ها رفتن دور همی، فرانکی که فرانک بره با سه تا مرد بخوادم شب بمونه، یعنی اصلا انقلابه. خونه بیژن، بیژنی که بیژن برادر آذره، این یک فرتران یا اعتماد یا کانفیدنس یا یک چیز بزرگی رو میخواد که اون بیسش چیه؟ بیسش رابطه ماست، گروه ماست. یا مثلا فرض کنید که مثلا از خیلی بچه های دیگه، نونا الان تو گروه ما نیست ولی یه پایه است، یه پایه است برای این جریان. و حتی کسانی که الان خودشون نمیان توی گروه ولی به نوعی احساس میکنن باید این جریان رو کمک بکنن. این مسئله این نیستش که دیگه این برای من کار میکنه، نیست، در واقع برای یه مجموعه کار میکنه. این مسئله است که حالا اینو خواستم یه توضیحی اینجوری. مرسی، ممنون از توضیحاتت. شاید سوال خیلی ها بوده، حالا من پرسیدم. خب سوال بعدی که داشتی گفتم من اینو جواب بدم، سوال بعدی تم میتونی بپرسی. یه سوال دیگه دارم، آیا تو فکرت این هست که پایگاه های مختلفی درست کنی؟ به خاطر که مثلا سمیرا از انگلیسه، بعد مثلا من دیدم سحر تو ایران، حالا وحیدم حالا معلوم نیست استانبول باشه یا نه، حالا شاید جای دیگه ای باشه. آیا بر اساس تصادف این اشخاص رو انتخاب کردی یا فکرتم برای پایگاه بود؟ اول این سوالت یه چیز جالب، یه نکته جالبی که توش هست اینه که ما تشکیلات نیستیم. به این یه تشکیلات نمیدونم سازمان و گروه اینا نیستیم. ما اولین مسئله اینه که خودمون باشیم و این مسئله تعهدی وحید نداره به من بارها یا وحید سن. مهمترین تعهد رو من بگم از درون خودتون بلند شید. هیچ کسی مثلا قسمی نخورده، قراردادی نبستیم مثل یه تشکیلاتی که تو باید این باشی اون باشی. ما میخواییم اون خودیت وجودی بچه ها در واقع اون خود شدنش، هر چقدرم که من این مسئله رو بارها گفتم، نزدیک شدن به زیباناوک نزدیک شدن به خودتونه. خب حالا کسی که میاد، من اصلا به این فکر نمی کنم که یه پایگاه درست بکنم در مثلا لندن. خدا همیشه اینو میگفت من میخوام لندن رو تسخیر کنم، گفتم خب باشه این کارو میکنیم. و واقعا هم حتی همین گفتم همین تصورش هم قشنگه، تصور همین که تو فکر کنی که بلند، ولی برای این مسئله اول اینه که خود تو خانوادت، تو روابطت دو نفر آدم رو بری ببینی انگلیس هستن و بعد اینکه ببینی چقدر تو این رابطه واقعی. خب ما میدیم یکی از سنگین ترین زندگی درمانی هایی که خیلی هم مثلا ناراحتی به وجود آورد فرستادن هدا به پیش سمیرا بود که من فرستادم دیگه. سمیرا منو دعوت کرده بود، من به خدا گفتم تو از طرف من برو اونجا چیز تو که هست. به هر حال من این که پایگاه درست بکنم نیست، پایگاه در واقع الان مثلا ممکنه وحید اصلا استانبول هست باشه، یه دفعه فردایی بخواد بره ایران، سحری الان ایران مثلا بره. مهم سحر خودشه. در ما همه این شهرها وجود داره، همه این چیزا هست. من میگم جایی باش که دوست داری، جایی باش که خوش میگذره بهت، جایی باش که در واقع اول خودتی. پس وقتی این مسئله هست میگه تصمیم گیرنده خودم، من نمیدونم سمیس بره، یه دفعه مسئله مثلا منصور پیش میاد. خیلی جاها من یه حرفی زدم یه دفعه وحید یه تصمیم دیگه جدا از اون حرف من گرفته، گفتم آفرین. یادته در رابطه با اون مسئله که یه دفعه گفتی تکلیف این خونه باید روشن بشه؟ خب من گفته بودم مثلا فرض کن یه سه روز بهمون، گفت نه همین امشب مثلا اصلا در رابطه باش، گفت نمیخوام برم مثلا من همین تکلیفش رو. گفتم چه قشنگ، این چیزی که حسی که به خودت میاد. این مسئله در رابطه با سحر که یه دفعه چیز شد گفت من اصلا همه این زندگی درمانی های ما رو دنبال کنی میبینی که اصالت به خود بودن افراده، نه اینکه ما میخوایم یه تشکیلات حالا
به خاطر اینکه استانبول رو داشته باشیم. استانبول چیه؟ جواب اینه که ولی ما وقتی خودمون رو به دست میاریم در واقع روابط خودمون رو در جاهای مختلف به دست میاریم. یه سوال دیگه دارم. بپرس. اگر هر کدوم از شما وحید و سحر پارتنر بخوایم بگیرین، فکر میکنین پارتنری که بگیرین، حالا دوست پسر یا دوست دختری که بخواین انتخاب کنین، مخالف اهدافتون با زیبا هست یا نیست؟ یعنی اگه یه جایی بخواد باهاش مخالفت داشته باشه، شما چه کار انجام میدید؟ و یا آیا سوالم میتونم اینجوری مطرح کنم، آیا فکر میکنین دوست پسر یا دوست دختر اگه بگیرین مخالف اهدافتون خواهد بود؟ به خاطر همین دارین دور میشین یا ندارین، یا اصلا ربطی به این چیزا نداره؟ این سوالی که پرسیدی وقتی که اتفاق بیفته به چی؟ وقتی که اتفاق برده قبل میخواست یه چیزی بگه، اونو بگه بعد به این سوال. آره، من یه چیزی میخواستم بگم، نم صدام بیاد درست. یکی این بود که گفتی که سن زیبا پیدا بکنه هر کس از ما کدوم. اولا خب ماها زیبا رو پیدا کردیم. مثلا خود من زیبا رو پیدا کردم، اومدم مثلا زیبا از اول چه میدونست من تو انگلیسم، یا حتی وحید سر یا همه بچه های دیگه. یکی این. یکی دیگه هم در مورد من یه مسئله رو نگفتم، یه در مورد مسئله مالی پرسیدی. من اینو بگم که من خودم علاوه مالی مشکل داشتم یه بار، یعنی زیبا به من برای من این کار کرد، یعنی به من پول قرض داد که من مشکلم رو حل بکنم. نه اینم بود. اما خب حالا درسته، حالا میایم سر یه ترم مشخص این کار رو برای من انجام داد. من میتونستم خانوادم بگم این کار رو برای من بکنن، اما نگفت، نکردم، نمیخواستم. بعد زیبا که گفتم بدون هیچ چون چرایی، یعنی بدون هیچ چیزی، برای من همون روز این کار انجام داد و پول ریخ به حساب من. یعنی این اعتمادا و این چیزا بین ما هست، نه تنها من برای خیلی ها دیدم زیبا این کار کرده. مرحله اول معلومه. الان اگر سحر، سمیرا یا وحید یه مسئله داشته باشه، خب برای من اولویت داره تا اینکه من الان بیام به ایکس دیگه این کارو بکنم. به هر حال این برای هر کس هم نیست، اینا در اولویت. سحر جواب بده سوال نینا. نینا پرسید که اگر شماها یه پارتنری داشته باشین و با اهداف زیبا یا گروه یا اینا مخالف باشه، آیا باش ادامه میدین یا نه؟ درسته یه اینجور سوالی کردی؟ من جوابم اینه که این مسئله که به بهترین شکلش توی واقعیت خودشو نشون میده، ولی پیشفرضی که من دارم اینه که اگر من از کسی خوشم بیاد و اون حالا مخالف زیبا باشه، خب در واقع اینطوری نیست که من فقط بگم چون که مخالف زیباست پس من دیگه مثلا اونو کنار میذارم. ولی مسئله فقط زیبا نیست، مسئله خودم هستم و چیزایی که بهش باور دارم، و قطعا اینجا یک رابطه بسیار چالشی میشه و اون منم که باید ببینم توی این چالش چقدر میتونم خودیت خودم رو حفظ بکنم و اون طرف چقدر میتونه تغییر بکنه تا در نهایت به یه تعاملی با هم برسیم. ولی اینی که من بخوام بگم که حتما مثلا پا روی این مسئله میذارم، یعنی مسئله خودم، گروه و چیزایی که بهش اعتقاد دارم به خاطر یه فرد دیگه، پیشبینیشو نمی کنم. به خاطر اینی که خب یعنی مثل اینی که انگار آدم بخواد بره تو رول یه نفر دیگه تا با اون طرف بخواد کانکت بشه، و من فکر نمی کنم این مسئله برای من خوشایند باشه. در مورد سمیرا هم که دیگه مجید خودش یکی از کسایی که خودش بیشتر حواسش به روابط ما هست، علی‌رغم اختلافات مسائلی. نه من یه چیزی بگم، اتفاقا مجید من الان اینجا سیبا، من یه چند نفر دوتا مریضیم، بذار یه دقیقه بیارم پیش بیارم. مجید یه دقیقه بیارم.
باش انقدر مریض و این مسئله جواب بده. بیا اینم سلام مجید. دیروز تا حالا آنفلانزا سلام مهمدی از دیروز تا حالا مریض شده و زیبا افتاده شدید هستن کار رو زندگی هم شده خوشحاله سر کار نمیدید خوشحال میشه آره دیگه تنده یه شده مریضی بکشیم دیگه آره خوبه اینم مجید این مجید مجید مخالف زیبا چقدر هستی؟ چقدر این درصدی؟ حالا بگو دیگه هر چیزی که 50% مخالف من 50% مخالف 50% مخالف. این مخالفت ها چقدر تأثیر گذاشته در رابطه با کارایی که من با سمیرا داشتم و اینا؟ تأثیری نداشته برای من چون بیشتر شخصیت آدم 100% مخالف باش وقتی تأثیر نمیذاره. نه تأثیر نداشته خواهم اینه چی کنم که تو گروه تو نیستم میخوام تأثیر گذاره چیزی باشم. من فقط دورا دور حواسم به سمیراست و کارا همین. سمیرا حواس با دورم نیست، همیشه حواس همه چی، هر وقت سمیرا حرف زد مجید بوده، تمام مسائل هم میدونست. تازه یه دفعه صدای نباشم هم بیام برام میگه ها؟ اگه چی؟ نباشم هم تا میگم اگه نباشم هم تا برسم برام تعریف میکنیم میگه خب تا باشه. اینه که تا الان که ما مانعی ندیدیم و مسائل جالبی برای ما پیش اومد. حالا یه چیزی تا مجید دارت من بگم بیا سینا اه؟ چی؟ سینا نیست بگم زیبا من یه چیزی بگم بگو حالا یه چیزی من هم سینا قول من جان میگم یه چیز جالبه که در مورد مجید میخوام بگم اینه که حالا در مورد مسائل سمیرا به کنار در مورد مسائل سحر هم خیلی حواسش مجید جمعه. من موقع سحر برای سمیرا عزیزه خب دیگه این حالت پیدا میشه دیگه. اکستر به خاطر خود سحر برای تو عزیزه تو مورد نمیخواد دیگه اینجا دوست داره مجید تو مملکت تو چی رو برم معلوم بشم. آره یا وحید هم بگه درس جواب به سوال نینا. وحید تو نظرش چی در رابطه با این مسئله؟ ببینید من فقط در مورد پارتنر این رو صحبت نمی کنم. من چون این مسائل رو داشتم تو واقعیت ارتباطاتم که فاطمه مخالف زیبا بود، دو تا دخترم مخالف زیبا و گروه بودن، پدر و مادرم مخالف حضور من تو گروه بودن و ارتباط مستقیم با زیبا بودن، ولی در نهایت من بازم انتخابم این سمت بود. یعنی من گفتم من خودم رو میخوام، نه اینکه اصلا تعصب زیادی من روی شخص زیبا ندارم. من این جریان رو من وقتی میبینم که زیبا من رو خودم رو به خودم داره نزدیک میکنه و این آدما نمیخوان که من خودم باشم، خب قطعا من خودم رو انتخاب میکنم به جای اینکه حتی اگر همسرم باشه، نمیدونم دخترم باشه، پدرم باشه. یعنی من عزیزترین ارتباطاتم رو من به واسطه اینکه خودم میخوام باشم، حتی اگر اشتباه هم میکنم بذارین خودم باشم، من خودم رو انتخاب کردم و همین الانم هم راضیم از انتخابم. قشنگ بود، مرسی. بعدش هم مسئله پارتنر رو چیز نینا بگم در پاسخ به مسئله. خیلی ها فکر میکنن که پارتنری در رابطه جنسی مطرح چیز میشه، خلاصه میشه. ما اصلا این که الان هر کدوم از این بچه ها در هر لحظه چه رابطه ای رو برقرار کنن از نظر جنسی به هر کس هم ممکنه، هر مسئله وقتی که لذت بهش داده، وقتی خوش بوده، وقتی که اون طرف مقابلم لذت برده، اینم بعد اون فردم نیومده که مثلا فرض کن که وحید رو مثلا بگه که حالا من خودم یه بار دوست پسر یه دختری عاشق دوست پسر من میشه، من خودم میارم خونم هم در اختیار میذارم، همون شبانه که میخوابه فردا صبح به اون میگه که
حالا که رابطمون تغییر کرده باید زیبا رو ول کنی. تو همون خونه من این حرف رو خب حالا داستانش هسته شیلان. حالا من دختر چیزی بود خب به غیر از اون یاد نگرفته، من دوستش داشتم دختره، گفتم اب نداره. حالا با نظر با توجه به فرهنگش این مسئله رو میگیم، مسئله رو براش حل میشه. ولی اینکه من حتی اگر یه همچین مسئله رو اون فرد بگه، میگم خب تو بگو اون احساس خودتو بگو و این فردم آزاد باز انتخاب بکنه. شاید در اون لحظه اصلا بخواد اصلا بگه من میخوام اصلا تمام وجودم اون باشه، هیچ کس رو نبینم. باز اون خودشه، باز خودش انتخاب کرده. خب باشه، انتخاب بکن خود دیگه. وقتی ما میگیم خودیت خودت باشه، خب این خود میتونه در هر لحظه یه موقعی اصلا میگه نمیخوام الان میخوام فاصله بگیرم. حتی اصلا آدم از خودش میگه اصلا یه مدت میخوام از خودم هم فاصله بگیرم. ما میگیم باشه. ببین بحث اینه که ما به همدیگه القا نکنیم، به همدیگه دیکته نکنیم، به همدیگه نگیم تو باید باشیم. باید و نباید تو در هر لحظه ممکنه باشه دیگه، از طرف هر کسی. و ما میگیم وقتی آدم این احساس رهایی رو بکنه، خب میره در هر جایی که این حس شادابی رو داره و این لذت رو میبره. این جواب من در رابطه با این که اصلا پارتنر، اصلا پارتنری چیه. من بعضی موقع میگم پارتنر من همین الان همین اناریه که میخوام بخورم، همین الان با این باشم. چرا ما هم حتما فکر میکنیم باید پارتنر کسیه که توی یک رابطه خاصی دیگه، حالا چون رابطه جنسی مطرح شده، نیست. پارتنر کسیه که تو باهاش احساس همراهی میکنی و احساس میکنی که هر لحظه تو رو میبره بالاتر، بهتر، شادابتر و با تو همراه در مسیری که تو بهتر زندگی کنی. خب اون موقع هست دیگه، میمونه دیگه. چرا باید من مانع باشم که تو لذت ببری؟ خب اینم از این مسئله. دیگه فکر کنم که سوال دیگه اگه هست. مرسی مجید. همه رو کردم. من بعد دخترم رو نه ببخشید نگفتم. قربونه همه گیتون بشیگم میدم به سمیرم. مرسی مجید. نه نمیشم شما چی میگید. گوش میدید. من در آره. من یه چیزی بشتم میگفتم آه. بگو. یه چیزی بگم بچه ها اول میپرسن در مورد ارتباط من و مجید، میگن که مثلا شما زیبا به ارتباط آزاد، یعنی ارتباط آزاد و چند همسری داره، نظر تو و مجید در این مورد چیه؟ بعد چیزی که زیبا من بارها جوابشون رو دادم، گفتم تا الان من واقعا هیچ‌وقت جوری نبوده که مردی که یه مردی حالا علاوه بخواد برای من حالت مثلا سکس سی داشته باشه یا من نگاه کنم خوشم بیاد، حتی برای من که حالا همچین چیزی پیش نیومده. و مجیدم من بارها بهش گفتم اگر که شاید ناراحت میشم، نمیتونم بگم نه ناراحت نمیشم، اما گفتم اگر به من این مسئله رو بگه من خیلی خوشحالتر میشم تا اینکه بخواد پنهان این کار رو بکنه. اما اینی که بعدش باشده بمونم توی خونه رو قول نمیدونم، اما بهتره که اون اگه با میشه راستش رو من بگه دیگه. والا بذارید پیش میگه. آره همین گفتم اگه نه، این در جواب کسایی که میگن شما مثلا زیبا همچین چیزی رو قبول داره، شما چطور؟ این در جواب تا حالا پیش نیومده. من میخوام فکر میکنن که باید ما به خودمون یه چیز رو تحمیل کنیم. بحث اساس اعتقاد نیست که. ببینید یه موقعی شما هستید اصلا احساس جنسی به حتی اون کسی که خیلی دوست داری نداری. خب نداری دیگه. ما در اون لحظه این حسمونه. پس اینو باید اکسپت کنیم، نه تغییر بدیم. نه ما یه همچین اعتقاد چند همسری داریم، باید چند نفر بایدی وجود نداره. حست بذار هر جایی که هست میره. یه موقع الان اینه فعلا به وجود نیومده. چرا مثلا الان بیام به سحر مثلا بگیم سحر پر سحرم من در رابطه با سحر تا حالا ندیدم خودش رو محدود بکنه که احساسی مثلا برای کسی احساسی به وجود بیاد. چرا ما باید با کلم بپذیریم دیگه، باید بذار به وجود بیاد، یا اینکه میخوایم تزریق کنیم به خودمون.
این که نیست، این مسئله. خب دیگه الهه باز کنیم، الهه سوال داره. زیبا جان نمیتونم بگم یه درسی بزنم. الهه زیبا بله بگو تا الهه وقت بزن بگو. من در مورد سوال اولی که نینا کرد میخوام یک مطلعی رو این وسط عنوان کنم، در مورد اون مسئله مالی که حقوقی به ادمینا پرداخت میشه یا نه. حالا من میخوام بچه ها جواباشون رو دادن، منم میخوام یه چیزی رو بگم. ببین از لحاظ اینه که بچه هایی که از طریق تو وارد این گروه میشن با بچه های دیگه ارتباط برقرار میکنن، این به نظر من حالا چه ادمینا که حالا ادمینا بیشتر و چه افرادی مثلا مثل من که یک عضوی از گروه هم، بچه ها به صورت غیر مستقیم یه منفعتی از تو دارن. مثلا بچه ها الان وحید خونه سیمایه، خب اگه میخواست خودش در ترکیه یه خونه رو اجاره کنه یه مبلغی رو باید به صورت ماهیانه میداد و این الان تو اون خونه سیما پرداخت نمیکنه و این میشه به نظر من یه مسئله مادی. یا خودم مثلا من 2 ماه قبل یک هفته خونه مهروی شیراز بودم، خب من اگه خودم میخواستم برم این شیراز رو برم یک هفته بمونم یه هزینه رو باید پرداخت میکردم، برای این هزینه رو پرداخت نکردم. اینم از چیزی بود که تو برای من ایجاد کردی و یک رابطه ای بود که به خاطر زیبا من تو خونه مثلا مهرو بودم و این برای همه بچه ها این اتفاق افتاده. این میشه مثلا مادی. پس ما شاید به صورت مستقیم از زیبا پولی دریافت نکنیم، ولی به صورت غیر مستقیم یه پولی از زیبا به ما رسیده و حالا برای ادمینا بیشتر، برای افراد دیگه هم حالا یه سری کمتر شده دیگه. این نظر من نسبت به سوال اول نینا بود. اتفاقا خیلی قشنگ بود و زندگی که الان ما داریم در واقع با همین روابط عاشقانه، با بیس عاشقانه ایجاد میکنیم. من توی این مدتی که از موقعی که مثلا سیما رفته بود، من یک بارم بهش پیام نداده بودم، یک بارم بهش پیام نداده، ولی این سیما بود که خودش در قائم به ذات با وجود خودش مثلا به وحید پیام میده و وحید رو میپذیره. ولی در این مجموعه در واقع بیس اون روابطیه که ما اینجوری بنیانش رو گذاشتیم و اینو بچه ها میبینن. یعنی من قشنگ در رابطه با اگر اعتراضی که مثلا یه مقدار به سیما به آذر داشتم، فقط میخواستم یه سری چیزها رو ببینه، یه سری دیدش وسیع‌تر بشه. این چیزی که مثلا سحر میبینه، سمیرا میبینه، احمد میبینه، احمد خیلی مسائل رو تو این رابطه میبینه، مثلا احساس میکنه که من وقتی که یه دارن یک بار حتی تو تمام این مدت 10 ساله نگفته من برات اینو گرفتم ها، من برات اونو گرفتم ها. بعد میگه که هر دفعه میزم کاری داری بگی ها، فلان داری بگی ها، بعد این همه مثلا تمام این چیزها رو بگی، یک بار بیاد عنوان کنه که خب من برای تو این راهله رفته بهش گفته که خب یک بار من یک هفته میخوام مثلا این چیزایی که شما میخرید و من به عهده بگیرم. گفته راهله این خیلی چیز مهمی نیست، حالا مثلا 40-50 یورو فلان اینو کار برای یه کار دیگه استفاده کن، من نمیخوام مثلا الان تو بیاییم، برای من خیلی ارزشمند. خب حالا همین عامل، ببین من خواستم وقتی ما خودمون رو تو بطن این جریانات میبینیم، یعنی میدونیم داریم به این سیستمه دیگه. من مطمئنم البته آذر هم به این مسئله فکر میکنه، میدونی فکر میکنه که بعد یه دفعه نیاد بگه من این کارو کردم، من این کارو کردم. وقتی آدم خودش اون رابطه، کل رابطه رو میبینه، یه دفعه میبینه که میگه که اصلا این کار من در مقابل این جریان هیچه. متوجه این که مثلا من الان رفتم مثلا اینو گرفتم، این اصلا خیلی هیچه در مقابل اون کل این رودخانه‌ای که داره میره جلو. این اون چیزیه که من به بچه ها میگم اگر فهمیدید متوجه میشید که چرا مثلا این احمد نمیاد حتی بگه یک کار، چون میدونه که این جریان رو مثلا حتی برای اینکه 1 ساعت وقت من آزاد بشه، 1 ساعت من مثلا به کارو، یا اینکه مثلا میگه من اون کارو اون کارو به من برم از فرودگاه فلان دوستتو بیارم، یا مثلا این چون مجموعه رو داره میبینه دیگه،
بعد من نمیتونم برای آدمای سطحی که خب این برات که گوجه فرنگی خرید تو چیکار کردی، این برات اومد اونا رو خرید رفت اون کار که تو چیکار کردی، من برای اونا جواب ندارم. میدونی باید ما کارهای خیلی مهمتر از این داریم، روابط خیلی مهمتری داریم. وقتی یکی میاد میگه برای راحله چیکار کردی، باید اون راحله وقتی میگه در بدترین شرایط من باز هم برای تو هستم، مثلا الان حتی همین چیزی که من تعیین کردم فلان روز، امروز اومده به من میگه چرا چند روز گردو نداری؟ یادم رفته دو سه بار اومد گفتم نری بیای بگی گردو مردو ها دوام میشه این چیزه. خود احمد خودش میگه من یادم رفته بود اون دفعه بهش بگم، احمد هم مثلا حواسم چیز شده بود. حالا دو روز حالا مسئله این نیست اشکال مثلا گردو آدم نداشته باشه حالا فلان باشه، حالا من نمیدونم ده تا نمیدونم چیز دیگه ای دارم، ولی منظورم اینه که حواس آدم ها بودن، این احساس قشنگ به آدم ها داشتن، این که تو اگر سالم میشی یا من اگر مثلا تو این غذا رو بخوری یا مثلا فلان کنی افکتش به من برمیگرده، دیدن این مسئله وسیع‌تر، یعنی یه مقدار اون از این دایره سطحی بینید بیای بالاتر، اون موقع یه دفعه می‌بینی تو این جریان چه نقش قشنگتری رو میتونی داشته باشی که اصلا خودش بهت برمیگرده. و این چیزیه که در رابطه با وحید مثلا ترسی اصلا نداره از این مسئله، چون میدونه که تو این بطن این جریانه. میدونه دیگه همین که مثلا چه اتفاقی میفته، من بیشتر از 300 یورو ندارم، 300 یورو 900 اصلا پولاش اصلا نمیدونه که چقدر اصلا پیش من الان پول داره، اصلا فکرش هم نمیکنه، چون این رابطه رابطه دیگه همین دیگه بس دیگه توضیح دادیم ها. نه سر یا چی نینا؟ خیلی خوب بود، عالی بود. آره مرسی دیگه. چرا قطع شده؟ مرسی. یه چیزی در مورد راهله من بگم بعد میخوای قطع کنید. راهله یه چیزی بگم. ببین مثلا راهله من باش صحبت کردم، گفت من کاری که الان دارم باز بر زیبا میکنم، من کجای مثلا یه سال دو سال پیش این از طرف زیبا بنفیتش به من رسیده، میگو مثلا چیزی نیست، میگو من اینه دارم از جون و دل میدم، میگو از لحاظ مواد مثلا خوردن غذا، میگو توی دورانی بودم که واقعا نمیتونستم غذا بخورم، چه دکترهای مختلف رفته بودم، اما میگو ریتم صبحانم و با زیبا هماهنگ کردم، شروع کردم غذا خوردن و تمام مشکلاتی که از داخل برام پیش اومده بود آزمایش همه خوب درست شده بود، بدنم دوباره برگشت شد مثل قبل شده بود. میگو پس کاری که الان برای زیبا دارم میکنم، من گرفتم از زیبا چیزی که میخواستم و گرفتم سالای قبل. آره چه در رابطه با اینه دارم انجام میدم، کتاب هایی که خونده مثلا یه دفعه آره. باز من کانال زندگی نام گفت چرا من این کانال رو نداشتم، من باید برم دوباره اینا رو. میدونی این چیزی که آدم ها از این محتوای این جریانات میبینن، لایف استایلشون تغییر میکنه. چرا باید یه دفعه سمیره یه کاری رو شروع کرده بود، یه بار اومد گفتش که من بهش گفتم یه هفته موندال یه هفته رو تحمل کن، اومد گفت فرداش گفت اومدم بیرون نمیخوام. خیلی برام جالب بود یادته. آره سمیره اون اوایل چقدر سر این که وای دماغم اینجوریه، آی فلانم، آی افکت بذارم، آی نمیدونم فیلتر بذارم، آی نمیدونم چی شدم، آی الان یه دفعه اصلا اولین باری که میخواست اینقدر موهاشو بزنه، یا نمیدونم مدام سیگار کشیدن هاش، نمیدونم این حالت های مسائل اصلا من باید بری توی زندگی آدم ها. بعد اون اصلا بعضی میگفتم اینا کفشای توه، گفت آره اینا لباسای تو، بعد مرض خرید داشتن، شاپینگ ادیکشنی که داشت، و بعد خیلی چیزای مختلفی که تو باید واقعا توی بدن، یا مثلا حالتی که سحر که یه دفعه اصلا دم عمل جراحی دماغش میره، اون روزی که تخت مثلا میخواستن بهش بدن یه دفعه من بری پیجش هستش،
که بعد اومدن گفتن مگه تو مخالف این نبودی؟ گفتم خب تصمیم گرفته عمل کنه، من آرزوی خوش چهره زیبا برات میکنم، زیباتر، شادابتر. میره اونجا یه دفعه اصلا میاد میگه که من احساس نمی کنم که زیباتر میشم. خب من ندادم بهش که، از من که نپرسی، من بهش نگفتم که نه نکن، درست نیست، فلان نیست، بهمان نیست. من یه سری چیزایی رو مطرح میکنم، ولی تصمیم دید آدم خودش، تو فقط دید و وسیع‌تر کن، طرف خودش میبینه دیگه و بعد بگو تصمیم این بود. من در رابطه با بچه هایی که بزرگ کردم هم اینطوری بود. دو تا بچه هایی که بزرگ کردم، بچه کوچیک و کی الان اگه مثلا بهش بگو نه این درست نیست، اون درست، هیچ وقت اینو نمیگفتم. دختر من مخلی نخواست بره دختر خوندم دیگه، مدرسه نره، گفتم خب نرو. پسر خوندم سه روز اول مدرسه نرفت، نمیخوام برم، گفتم نرو. کی گفته تو باید بری؟ تو کاری رو بکن که دوست داری. بعد از این هی منتظر بود، هی میگفت نمیدونم فرض کن الان من دعواش میکنم، گفتم نه نمیخوام بری، نرو دیگه. بعد سه بام این روز اینجوری کرد، همه میگفتن نمیگی که این بچه، گفتم هیچ اتفاقی نمیفته، بیرون نشم، نهایت میخوام بیرون کنن دیگه، میخوام چیکار کنم، بگم این بچه تعطیله یا نمیدونم نیومده، نمیدونم بیا یه گواهی بیار، میگم نخواسته بیاد، چیکار کنم، بیا شما وادارش کن، بیا شما وادارش کنید. و سومین روز یه دفعه میگه که برم ببینم چه خبر، دید بچه های مدرسه میان با سرویس، برم ببینم تو مدرسه چه خبره. با این چیز، یا مثلا من بگم میگفت نمیخوام برم مدرسه، یا مثلا برای من بیا بگو که مریضم، گفتم من نمیام به عنوان والدین بیام نظر بدم، خودت باید اونجا بگو حوصله نداشتم بیا. هیچ اتفاق برات نمیفته، هیچ بلایی سر، حتما باید مریض باشی، حتما باید فلان باشی، حتما باید بهمان باشی، بگو نخواستم بیام، چیکارم میخوای بکنی. ببین اینقدر، یا مثلا فرقی که یه بچه 3 ساله رو کی میذاره توی خونه یا توی موقعی که داری میره حتما باید دستشو بگیری، باید فلان کنی. تو اروپا دیگه این کارهایی که من با بچه ها گرفته کرده بودم، اگر میرفتن گزارش میدادم بچه ها رو از من میگرفتن میمودن توی این چیزایی که داشتن. ولی هیچ وقت، میدونی من میگم با یه دستی بالای دستی هست، تو هی وای الان مثلا فرض کن آلمانه، ای فلانه، بهمانه، من تو همین آلمان 100 تا کار کردم، گفتم میخوان چیکار کنم، بیان بیان دیگه، من کاری که میکنم درست میدونم انجام میدم، این بچه مهمه یا قانون مهمه، گفتم انجام بده. هیچی وایستادن اومدم برگرد بگو من این کاری کردم، چیکار میخوام بکنم، چه چیزی میخوام بکنم، وایستا دفاع بکن از خودت، فکر نکن چون بچه ای نمیدونی. من به بچه ها هیچ وقت نگفتم شما بچه، خودشون رو میدونن بچه هم دیگه، میگفتم نظر من و بابا تو بشنو، ولی اون تصمیمی که دوست داری خودت بگیر، چون تو بچه ای باید گوش بدی، نه این نیست. این سیستم رو شما تو خیلی جا داشته باشی، خب طرف چرا باید تو رو از دست بده؟ من به هیچ کدوم از دوست پسرام هیچ وقت نگفتم تو مال منی، گفتم من مال خودم هم نیستم، تو رو بیام مال خودم بکنم. خب این طرف میدونست دیگه، چرا باید من از دست میداد؟ چرا باید اگه میخواستی بری یه زن دیگه میگفتم بیا برو، میخوای بری فلان کنی برو. خود من تو خونه خودم برای اون دختره که عاشق دوست پسر من شده گفتم بیا، که دوست پسر من داستانشو بری بخونیم، گفتم بابا این دختر از تو خوشش اومده، تام بیا حالا مثلا باهاش حرف بزنم، اینا دوست داری باش باش، حالا این میخواد با یه دونه سکس با من با اون از من جدا بشم، این امروز بهتر از فرداست. من چرا باید مثلا بیام این چیز را، و همه کسایی هم که رفتن خودشون رفتن. چرا رفتم؟ به خاطر اینکه خواستن، اون خواسته منو مالک خودش بگودم، همونطور که من تو رو مالک مال تو نیستم، تو هم نمیتونی منو مال خودت بکنی. میخوای برای چیز، نه من حسودم، گفتم حسودی تو خودت حل کن، قرار نیستش که من الان چون تو اومدی خیلی خوشگلی خیلی فلانی یه استوری هم دارم، نو که اومد به بازار کهنه نمیشه دل آزار، من همه شون برای من جایگاهش همه، من به خاطر یه بار یه سگ، من اصلا سگ نگه نمیدارم،
به خاطر یه سگی که یک شب خونه دوست پسر من با من قهر کرد فلان که بودم میخوای قهر کنی قهر کن. الان امشب من به این سگ با اون این هوملسه گفتم اینجا میمونه، یا میپذیری یا نبرو خونه خودت دیگه. عصبانی فلان بهمان تو به خاطر یه سگ؟ گفتم آره به خاطر همین سگ. چون این سگ نمیره برگشت، نه باید بره بالکن. از صاحبش پرسیدم دوستش، گفتم میتونه بره تو بالکن؟ گفت نه ناراحت میشه. گفتم ناراحت میشه؟ گفت پس من میرم باید. گفتم پس برو برو. حالا اون سگ نه اون مرده اون مملزه بعدا از گرس کشیده بود مرده بود نمیدونم یه جایی. سگم تا صبح منو هی میلسید. گفتم بابا برو دیگه سگ میفهم. از خوشحالی که فهمیده بود که من چیزه. به هر حال منظورم اینه که این مسئله در همه روابط صدق میکنه. و چرا باید دیگه از دست بده تو رو وقتی که تو خودیت تو اون فرد رو داری؟ مثل تو که الان مثلا بازی غذا میخوره. خب حالا تو فکر کن منو دعوت کردی، خب خیلی راحت باشه بگو من اینقدر غذا میدم، میخوای بیشتر چیز کنی، خب خودت برو تهیه کن، اونم آدرس نمیدونم فلان فروشگاه برو تهیه کن، من نمیخوام به تو بدم اینقدر بیشتر. وایس من اونو میخوام، من اون قدرت آدما رو میخوام که وایس برگرده حرفش رو بزنه تا اینکه از من یه پذیرایی کاذب بکنه. زن زندگی آزادی برو تو. زن زندگی آزادی. ما زن زندگی آزادی رو هشتگ نمی کنیم، زندگی می کنیم. دقیقا. تا بعد بچه ها بریم. تا بعد بریم. بسه دیگه، خیلی آخرش هم رفتم سخنرانی کرد. خداحافظ. بای بای.